روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد نشست مسکو تحت عنوان طالبان در مسکو با سیاستمداران افغان ملاقات میکنند و نه با رئیس جمهور غنی، این نشست را تضعیف بیشتر حکومت رئیس جمهور غنی خوانده است. طالبان در گذشته نیز هر گونه نشست با حکومت افغانستان را رد کردند. امروز گروهی از شخصیت‌های شناخته شده در عرصه سیاست افغانستان در حال کابل را به قصد مسکو ترک گفتند که طالبان نیز با صدور اعلامیه‌ای از اعزام هیئت خود به این نشست به رهبری عباس استانگزی خبر داده است. شرح بیشتر اجندای این نشست موضوع صحبت ما با محترم جنرال غلام محمد جلال، یک تن از برگزار کنندگان نشست مسکو است که ایشان را هم اکنون از مسکو از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای جلال، ممنون و سپاس که در این وقت بسیار مصروفی که دارین وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. سفارت روسیه در کابل گفته که این نشست با تقاضای افغانها که یکی از او شما هستین برگزار شده و نه حکومت روسیه. چرا شما از حکومت افغانستان دعوت به عمل نیاوردین تا نماینده را به این نشست ارسال کنم؟ سلام بر شما و بیننده عزیز. دقیقا ما فکر میکنیم که وضع سیاسی نظامی در افغانستان شما کاملا آگاه هستین. ما بایستی افغانهای این وطن حق داریم که در مورد سرنوشت کشور خود صحبت نماییم. فکر میکنیم که مسئله افغانستان یا مسئله صلح یا گفتگو بین افغانها امروز مطرح نشده، بلکه وقتی بیشتر زیادی است که در این مورد صحبت صورت میگیره. در قسمت هایی که ما از کی دعوت کردیم، ما به صورت مشخص افغانهایی که این ابتکار را به دست گرفته، افغانهای مسکو یعنی اهدای افغانی در مسکو، ما به صورت مشخص از کسی دعوت نکردیم، بلکه از طریق میدیا ها از تمام افغانهایی که در قضیه افغانستان نفوذ داره، در قضیه افغانستان دخیل هستند، در قضیه افغانستان دلچسپی داره، از اونها ما دعوت کردیم. ما فکر میکنیم که به صورت مشخص کسی دولت افغانستان را منزوی نساخته. بله، خب مکررن گفته میشه که پروسه مصالحه با طالبا یک مسئله بسیار حساس است. در کشورهای دیگه اگر مذاکره با مخالفا صورت میگیره، از یک موضع واحد که معمولا حکومت از اون نمایندگی میکنه صورت میگیره. به نظر شما آمدن سیاستمداران افغان و هیئت طالبان و عدم حضور افغانستانی خودش باش نمیشه تا علایق افغانستان در این مذاکرات به هیچ جای نرسه، به دلیل پراکندگی و عدم داشتن یک موضع متحد و مشترک در بیان افغانها در برابر طالبان؟ به همین منظور ما به خاطر از اینکه کلمه صلح امروز به یک ایدیال برای تمام افغانها تبدیل شده، ولی راههای رسیدن به صلح از جناحهای مختلف به صورت مختلف تعبیر میگردد. قوتهای خارجی صلح به یک قسم میخواهد، دولت افغانستان به شکل دیگریش، تحریک طالبان به شکل دیگریش، سیاسیون افغانستان به شکل دیگریش. ما اینمی مردم را دعوت کردیم به خاطر اینکه ما یک وجه مشترک برای صلح داشته باشیم، یک تعریف مشترک برای صلح داشته باشیم. بله. خب ایالات متحده نماینده ویژه خود را برای موضوع به کار گمارد، آقای خلیلزاد که صحبت‌های با طالبان داره و مکررا حکومت افغانستان را در جریان قرار میده، و شما این نشست را در روسیه دایر میکنین، کشوری که مکررا علاقمند شامل ساختن خود در امور افغانستان است. اگر این سیاسیون که شامل آقای اتمر، آقای کرزی و دیگر شخصیت های برجسته میشه در این نشست با طالبا به یک موافقه برسن و روسیه از این حمایت کنه، در حالی که آقای خلیلزاد و حکومت افغانستان جنبه دیگری از این مذاکرات به پیش میبرن، به نظر شما این خودش باعث تنش در این پروسه نخواهد شد؟ ما فکر نمی کنیم که مردم به خاطر دعوت شده که ما به یک موافقه برسیم، به خاطر اینکه دولت افغانستان یک بخش بزرگ از موافقه باید باشه. ما اینجا فقط به خاطر گفتگوی بین الافغانی جمع شدیم. ما جمع شدیم تا بتانیم صرف افغانا در اینجا جمع شوه. ما فکر میکنیم که شما در جریان هستین که هیچ کشوری خارجی در گفتگوهای شرکت نمیکنه. افغانا جمع شه تا در آخرین تاریخ و شاید اولین نشست باشه که صرف افغانا در اشتراک میکنه، تا یک زبان مشترک، تا یک راه مشترک به خاطر قطع خونریزی و جنگ در کشور پیدا کرده باشه. طیفه از افرادی که به این نشست دعوت شدن هم بسیار جالب است. هر کدامش از یک مفکوره متفاوت میآید. افرادی که حزب پرچم یا پرچمی بودند، از افرادی که کمونیست بودند، جنگ سالارهایی که مجاهد بودند در سابق به این نشست میآیند. برخی افراد مثل آقای تنعی در این نشست است. طالبا با هیئت خود میآیند. اینا جوانب هستند که در طول 40 سال گذشته در افغانستان با یکدیگر درگیر بودند. شما فکر میکنین که اینا مفکوره سیاسی که هر کدام از اینا میاین بتونن به اجماع ملی و یا یک نتیجه در این نشست با یکدیگر برسن، چرا که مفکوره و مکتب سیاسی هر کدام از اینا متفاوت است؟
ما فکر میکنم که تجربه 40 سال نشان داده که آخرین نقطه هر جنگ صلح است و صلح صرف از طریق گفتگوها میتواند صورت بگیرد. در غیر از اون اگر 40 سال دیگر هم جنگ کنیم، آخرین نقطه ما باز هم دیالوگ بین بین الافغانی باید باشه. با همین خاطر ما اینمیالی آغاز کردیم تا دیالوگ بین الافغانی باعث شود که یک رای حل منطقی برای خاتمه جنگ در کشور پیدا شود. اگر برگردیم به روسیه، کشور است که مکررن طالبا بدون هیچ گونه کوشش هر بار با یک هیئت بزرگ به روسیه می آین و در هر گونه نشست، چه در سطح حکومت و کشور و چه در نشست شما حضور می آبن. به نظر شما این حسن نظر را که طالبا در قبال روسیه دارن منشأ گرفته است چی است؟ چرا فکر می کنین طالبان حاضر هستند با روسیه و با افرادی که در روسیه هستند بشینن و صحبت کنن ولی مکررن نمیخواهند تا با حکومت افغانستان که جانب جدی از اونا در این مذاکرات هست وارد صحبت شوند؟ ما فکر میکنیم که برای شما معلوم است در طول 18 سال حضور قوات خارجی در افغانستان، هم روسیه و هم افغانایی که در روسیه قرار دارن کاملا در یک موضع بی‌طرفانه بودن، در هیچ موقعی قرار نگرفتن. همین باعث است که امروز هم تحریک طالبان و هم مردم افغانستان سر افغانهایی که در روسیه وجود داره اعتماد میکنه که اینا باعث. ولی آقای جلال، شما میگین که روسیه و افرادی که در روسیه هستن بی‌طرف هستن. فاجعه افغانستان از تهاجم شوروی سابق آغاز شد و بعد ایجاد احزاب مختلف که منتهی به واقعیات امروز در افغانستان میشه. بنان آیا مطمئن هستین که روسیه همواره در امور افغانستان یا افرادی که در روسیه هستن بی‌طرف هستن؟ ما فکر میکنیم، برای شما معلوم است که وقت اتحاد شوروی بود و الان روسیه است. ما فکر میکنیم که افغان هایی که در روسیه وجود داره قرار دارد یک کتله بزرگی از کسایی هستند که قط وطن پرست هستند، وطن پرست بودن، وطن خود را دوست دارند. بر همین بنیاد نمیجا به خاطر آبادی وطن نمیالی هم تپو تلاش میکنند. در هیچ طرف جنگ شامل نیستند. هر چی که بود او گذشته ها بودن. در طول 18 سال در هیچ قضیه جنگی و در هیچ طرف شامل نبودن. بنان اینا اینمی بایشتن که اعتماد افغان را کسب کردن و امروز افغان ها اعتماد میکنه میایه و در یک چتر واحد کوشش میکنه که یک موضع واحد داشته باشد. ممنون و سپاس آقای جلال از شرح که از این نشست دادیم. امیدواریم باز هم شما را با خود داشته باشین تا نتیجه نشست فردا در مسکو را برای بیننده ارائه بدین. موفق باشین. تشکر از شما.